واقعیت این صحنه چیست؟ وقتی که یک احساسی در جامعه پیدا میشه که در واقع زورگیری ها روان جامعه رو و در واقع جان مردم رو و مال اونها رو مورد خط تهدید قرار میده، طبیعی است که نیرو انتظامی هم باید واکنش نشون بده. واقعیت این صحنه چیست؟ اشرار بدونن ما در این برخورد مسلماً هیچ سستی به خودمون راه نخواهیم داد. نیروی انتظامی موظف هست پیگیری کنه هم این مورد خاص را و هم موارد مشابه رو. دستگاه قضایی هم باید بسیج بشه. واقعیت این صحنه چیست؟ عاقبت اونهایی که میخواستن با استفاده از تاریکی شب قانون ممنوعیت خرید و فروش سکه و ارز در خیابون رو دور بزنن. با توجه به اقدامات قبلی پلیس در خصوص متفرق کردن و همچنین دستگیری تعدادی از افرادی که در بازار سکه و ارز هم باعث سد معبر می شدن، هم مشکلاتی رو برای شهروندان به وجود می آوردن و همچنین از این فرصت سوء استفاده می کردن، اقدام به فروش دلارهای جعلی، بعضا سرقت پولهای شهروندان می کردن. بعد از جمع‌آوری آنها مجدد خبر پیدا کردیم که در ساعات میانی شب بعضی از این افراد در محلهای معرفی شده و شناخته شده حضور پیدا میکنند و اقدام به خرید و فروش و همچنان همون جعلیات و اقدامات سوء خودشون میکردن. و سرانجام واقعیت این صحنه ها چیست؟ دور جدید برخورد با اراذل و باش و سارقین زورگیر و به عنف در کشور شروع شده. در تهران امروز 100 نفر از اراذل و اوباش و زورگیران دستگیر شده در چهارراه نظام آباد در معرض دید شهروندان قرار گرفتند. این افراد که بعضاً سابقه دار هستند به مراجع قضایی تحویل داده می شوند. واقعیت این است آن زورگیرانی که هیچگاه دستگیر نمی شوند، هیچگاه جمع‌آوری نمی شوند، همین هایند. آن زورگیرانی که هیچگاه در چهارراه نظام آباد در معرض دید شهروندان قرار نمی گیرند اینجا نشستند. از صدر نظام یعنی خامنه ای تا احمدی نژاد تا قوه قضاییه و تا نهادهای نظامی و انتظامی و سپاه، تک به تک پرونده های زورگیری کلان و خارج کردن ارز و انواع اختلاس ها و قاچاق دارند. اما هیچگاه مانند این جوانان کسی به پایشان زنجیر نمی زند. حال به چند پرونده از خلافای این زورگیران بزرگ ایران نگاه کنیم. برملا شدن دزدی‌های آخوند پور محمدی توسط معاون احمدی نژاد. 21 شهریور 91، رحیمی معاون اول احمدی نژاد در جریان جنگ قدرت علیه باندهای رقیب فاش کرد. آخوند پور محمدی مبلغ 30 میلیارد تومان از وزارت کشور بیرون برده و بالا کشیده است. 23 شهریور 91، در ادامه همین کشمکش‌ها ارگان دولت آخوندی که زیر نظر احمدی نژاد اداره می شود، یک فقره دیگر از دزدی‌های آخوند پور محمدی را برملا کرد و آشکارا وی را متهم کرد که در مرگ مشاورش دست داشته. این رسانه حکومتی نوشت، بر اساس اطلاعات کسب شده، در دوران مسئولیت پور محمدی در وزارت کشور، در یک فقره مبلغ 10.5 میلیارد تومان برای ورود 500 دستگاه اتوبوس از چین، به صورت غیرقانونی و بدون اخذ هر گونه ضمانت و با اصرار شخص وزیر به فردی فاقد صلاحیت‌های لازم که با پور محمدی در ارتباط می‌باشد پرداخت شده است. این زورگیران و قاتلان هیچگاه دستگیر نمی‌شوند. به یک نمونه دیگر نگاه کنید. 28 آذر 1390، ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه رژیم گفت پیش‌بینی می‌کند دولت احمدی نژاد 8000 میلیارد تومان تخلف کرده است. 12 آبان 91، رحیمی معاون اول احمدی نژاد در واکنش به اظهارات باند رقیب گفت یک عده آمدند، بردند و خوردند و دست به هر فسادی زدند. یک فرد می‌خواهد پتروشیمی بسازد، 10 میلیارد خرج کرده اما 100 میلیارد گرفته. نمی‌دانیم 90 میلیارد را چه کرده است. وی افزود امروز ما میلیاردها دلار به وارد کنندگان پول دادیم. صادر کنندگان از یارانه ها و امکانات این مملکت استفاده کردند و اجناس را صادر کردند. کسی نمی داند چه اتفاقی افتاده است. ما ارز 1050 تومانی دادیم اما 1800 و 2000 تومان فروخته شد. جالب است که رحیمی معاون اول احمدی نژاد
خود نیز به دلیل دزدی و فساد گسترده در بیمه ایران پرونده قطوری در قوه قضاییه رژیم دارد. یک نمونه از افشاگری سپاه پاسداران در مورد این معاون رئیس جمهور را ببینید. 17 شهریور 91، ارگان خبری سپاه پاسداران نوشت پرونده اختلاس از بیمه ایران در کنار پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی دو نمونه از فسادهای بزرگ اقتصادی در سالهای اخیر بود که تعدادی از کارکنان دولتی در بروز این دو فساد دست داشتند. ارگان سپاه پاسداران درباره یکی از پرونده‌های فساد و دزدی رحیمی موسوم به پرونده بیمه ایران افزود برگزاری 13 جلسه محاکمه متهمان رد چندم نتوانست افکار عمومی را درباره این پرونده قانع کند. چنان که می‌بینیم دیکتاتوری آخوندی بر پرونده‌های میلیاردی فساد و دزدی سرکردگان نظام چشم می‌پوشد و اینجا ابداً کسی دستگیر و در خیابان گردانده نمی‌شود. سپاه پاسداران که در دعوای باندی دست رحیمی را رو می‌کند، خود بزرگترین قاچاقچی جهان است و دارای اسکله و فرودگاه‌هایی است که هر قدر می‌خواهند کالا وارد کشور می‌کنند و با قیمت دلخواه به فروش می‌رسانند. پاسدار قالیباف اعتراف کرد از 400 اسکله شناسایی شده یا در حقیقت لو رفته 280 اسکله تماماً در خدمت قاچاق کالا هستند. محسن آرمین نماینده مجلس ششم گفت اسکله های نامرئی و دست های نامرئی مافیا بیش از 68% تمامی صادرات ایران را در دست دارند. در حقیقت می توان گفت از سر تا پای نظام در غارتگری و سرقت و قاچاق غرق است، از خود ولی فقیه گرفته تا پایین ترین عواملش. احمدی نژاد 25 آذر 91، 300 نفر در کشور 60% پولهای کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی دهند. 9 آذر 91، پس از اختلاس 3 میلیارد دلاری توسط سردمداران رژیم یک نماینده مجلس آخوندی اعتراف کرد بانک مرکزی مبلغی در حدود 42 میلیارد و 300 میلیون دلار به 18 بانک بابت هزینه های ارزی پرداخت کرده است که وضعیت آن نامشخص است. بخش عظیمی از این یغما در بنیادهای این نظام صورت می گیرد. 19 شهریور 91 یک رسانه حکومتی از قول پاسدار باقرزاده که از ریاست بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس برکنار شد نوشت این بنیاد یکی از مراکزی است که در آن به نام شهدا و دفاع مقدس سوء استفاده های کلان مادی صورت می گیرد. در این بنیاد حساسیتی نسبت به حیف و میل بیت المال وجود ندارد. باید مشخص شود هزینه های میلیاردی بنیاد در طول سال چه تولید و خروجی داشته است. زورگیران حاکم بر ایران تنها به غارت سرمایه ها و خزانه و اقتصاد کشور بسنده نمی کنند. آنها مالیات را به زورگیری رسمی از مردم تبدیل کردند. 31 مرداد 91، به گزارش سایت حکومتی عصر ایران نامجو وزیر نیروی رژیم گفت پیشبینی می شود وزارت نیرو سالانه 200 میلیارد تومان درآمد از محل لایحه جریمه مصرف اضافه برق داشته باشد. طرح وزارت نیرو به گونه ای است که برای کسانی که خارج از الگو برق مصرف می کنند جریمه 20 ریالی به ازای هر کیلووات مصرف در نظر گرفته شده. 29 خرداد 91، دو تن از کارگزاران وابسته به ولی فقیه از ارتکاب اعمالی وحشیانه در پرونده بیمه پرده برداشته و گفتند این قضیه با باندی در قلعه حسن خان که افراد را اجیر کرده در یک تصادف ساختگی دست و پای آنها را شکسته و از بیمه دیه می گرفته ارتباط دارد. در آنجا بخشی از صحنه واقعی بوده اما بعداً همان باندهای جنایتکار فرد را با چوب کتک می زدن که یا کتف او بشکند که 50% دیه به او تعلق می گیرد و یا گوش او را کر می کردند و یا دندانهایشان را می شکستند تا حق بیمه های زیاد دریافت کنند. 16 آبان 91، عباس فلاحی باباجان عضو مجلس ارتجاع از اهر به دزدی و غارت از محل کمک به زلزله زدگان اعتراف کرد و گفت هنوز چادرهای ارسالی کشورهای خارجی به دست زلزله زدگان آذربایجان شرقی نرسیده است. دستگیری شماری از مقامات وزارت فرهنگ رژیم به دلیل دزدی و اختلاس. یک رسانه حکومتی سایت عصر ایران نوشت این افراد که متهم به برخی تخلفات مالی هستند پس از روی کار آمدن مدیریت جدید مرکز تسویه حساب و اخراج شده بودند تا پرونده هایشان بررسی مجدد شود. شدت اخاذی از مالیات ها به حدی است
که بازاریان و کاسبان را بارها به اعتصاب و اعتراض واداشته است. 31 خرداد 91، صدها فروشگاه کفش و کیف در شهر کرد روز شنبه 27 خرداد در اعتراض به مسائل مالیاتی و اخاذی ایادی رژیم اعتصاب کردند. این غارتگران و زورگیران نه تنها زندانی نمی‌شوند، بلکه خود زندانبان هم هستند و از اخاذی از زندانیان محروم نیز صرف نظر نمی‌کنند. بانک پاسارگاد به منظور اخاذی از زندانیان یک سال پیش از پایان موعد انقضای کارت به زندانیان اعلام کرده ظرف 3 روز فرصت دارند تا برای تعویض کارت خود اقدام نمایند. در غیر این صورت کارت آنها از دور خارج خواهد شد و مبالغ موجود در آن از بین خواهد رفت. فهرست غارتگری های این زورگیران حاکم چند کتاب خواهد شد؟ اکنون شما بگویید حقیقت این صحنه های دستگیری جوانان محروم و بوق و کرنای این حاکمیت زورگیر چیست؟ آیا این صحنه سازی ها برای ارعاب جامعه با هدف حفظ همان نظام زورگیر و برای پوشاندن چهره آن کلان زورگیرها نیست؟